اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام الثقيل النبي وحجتك على ومن تهدى سرايا؟ السديد الشهيد صلاه كثيره صامه ذاكيةً متواصله متواصله مترادفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله و علا آله لا سیما بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقن الله رؤیته امام صادق میفرمایند چهار چیز از علائم بهشتی هاست ما چون وسیله ای که بهشتی سنج باشد نداریم وسیله داریم بگذاریم زیر زبان کسی و حرارت بدنش را اندازه بگیریم وسیله ای هست که بر بازوان میبندند و فشار خون را اندازه می گیرند زمین را با متر مربع و فضا را به متر مکعب و ارتفاع را با متر طول اندازه گیری می کنند هیچ چیز نیست که ببندیم روی سر کسی و عقربه بالا نشون بده که این بهشتیه یا جهنمی در این روایتی که میخوام ارز کنم امام صادق میفرماین بهشتی ها چهار علامت دارند گای خود انسان هم نمیداند ولی با این مقیاسی که امام به دست میده بالاخره خودش هم متوجه میشه که این جنس بهشتیه یا نه این چار چیز را من امشب براتون عرض میکنم اگه دارید التماس دا اگه نداریم بالاخره این مکان رو روبه قبله و بعد از نماز جماعت با اون همه ثواب جایی بهتر از این نیست برای درخواست از خدا که این چهار چیز را بهمون بده یک وجه هم صورت باز با مردم با چهره گشاده برخورد کنید خیلی سرمایه هست بعضی ها گره ابروشون را با هیچ گازنبور و انبوردست نمیشه باز کنم مردم از ملاقات این چهره ها دلشاد شد. پیغمبر میفرمایند به شاشت الوجه عطیت سانیه وجود خود شما زیارت میکنیم یک عطیه بخششه صورت باز شما عطیه دومه به قدری چهره گشاده گشایش در زندگی می آورد که هیچ وسیله دیگری قادر به انجام این نیست شما وارد منزل میشید دست نون اون چرا که گفتن برش آویزون نیست گفتن چند رقم میوه بخرید نتونستید بخرید ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست شما که از لحاظ مالی نمی توانید دل همه اعضای خانواده را شاد کنید از لحاظ چهره شاد کنید خود جناب عالی اگر یک کسی با چهره به هم ریخته گره به ابرو انداخته آجنگ و به جوین آورده به ملاقات دون بیاد خوشحال میشی؟ نه شما هم اینطور کسی را ملاقات نکنید در روایت دارد که پدر مادرم را وقتی ملاقات میکنید نگذارید غم و اندوه دون به چهره دون بنشیند یه کاری کنید که صاف شه صورت دون که اگر این چنین باشد پدر مادر دلگیر میشه غم دون را با چهره به کسی نگی نرسونید زبان لازم نی به کار گرفته شود چهره خودش تابلو جلو دل این تابلو را با صفا نگه دارید پیغمبر میفرمایند المؤمن بشره فی وجهه و غزنه فی قلبه یکی از علائم زن و مرد مؤمن اینه که اگر یه مسقال شادی دارد میگذارد تو سینی صورتش و هدیه میده اگر یه تون غم داره میذاره تو دلش کسی را در غم خیش شریک نکنید در شادی خود دعوت کنه اگر مصیبتی به کسی وارد آمد لازم نیست مردم را دعوت کنه ولی عروسی باید مردم را دعوت کنه مردم اطلاع میرسونند به هم دیگه که فران مصیبتی به فلانی وارد شده خودش نباید اعلام کنه ولی اگر یه وقتی شادی دارید مردم را دعوت کنید در شادی تا میتونید شریک شادی خود کنید نه رفیق غم و اندوه خیش همیشه این صورت را تقدیم مردم کنید در حالی که بازه میدونید که اگر شما به چهره افسرده و گرفته کسی با تبسم برید باز میشه چهرهش و اگه با اندوه برید اندوگین میشه ولو نخواسته باشه ببینید افرادی که غم دارن اگه وارد یک محفل ده نفری بشن و چهرهشون پر از غم باشد همه را غمگین میکنن در محفل خود راه مده همچون را کفسرده دل افسرده کند انجمنی را چرا افسرده میکنیم ما انجمنی را همیشه در اخلاق اسلامی است که اگر کسی احوال شما را پرسید با بشاشت و جواب بدید الان هم میدونید همه به هم میرسیم احوال میپرسیم سال و ماه نوه میگن چطور احوال شریف و نه چطور جواب بدید دو تا جمله پیغمبر در پاسخ به احوالشون که میپرسیدن میگفتن گای کسی میگفت کیف الحال یا رسول الله حالتون چطوره می گفت الحمدلله علا کل هر وضعی باشه شکر خدا میکنم گای می گفتن الحمدلله علا کل نعمه بر هر نعمتی که خدا به من داده حمد میکنم یعنی حضرت عالی هیچ نعمتی خدا به اینو نداده همیشه گرفتار مریض رنجور بدبخت بیچاره فلک تو سر زده اینا اینطوره یعنی هیچ نعمتی نداری بر این نعمت جواب بدید که داری یکی نعمت که داری که میتونید حرف بزنی یه مثلیه میگن بعضیا هستن خدا بدش میاد اینا که بر نصف خالی لیوان توجه دارن دستشون میگیرن پایین میگن ببینید لیوان ما خالیه خالی نی؟ خب چرا اینطور نمیگیری؟ این نمی خب پره یه مثلیه میگه وقتی سوار حیوان شدی تو راه طولانی داری میری یه مقدار که رفتی پیاده شو وارو سوار شو گفت وارو خو صورت و میا به ته حیوان گفت نه که بفهمی یه مقداری هم اومدی همش مگه چه خمونده اینا ناسپاسی مردم اونا بگو این پر میشه از شکر نعمت نقمت برطرف میشه از اون چه داری برش سپاس کن تا بقیه جبران بشه خدا که میبینه تو یه بنده شاکری هستی میگه بذار بدیمش اون نعمتم شکر میکنه بسیاری از کسان بودن درخواست کردن از یک شخصیت یک چیزی مثلا یه چیز مختصری داده گفته آقا قربون دست الهی زنده باشی خدا خیلیت بده میبینی دست میکنه بازم مدتش بازم مدتش بعضی ها میگن این که چیزی نی میگه نمو خواهی این کار نکنیدم با خداوند برسونید او خو میدونه ولی ما باید ابراز کنیم که ما از عنایت ممنونیم یه فرزندی به اون دادی سالمه الحمدلله خدا را شکر که خودم تونستم بیام اینجا خیلی آسان نمیتونن تو خونه دارن با زیر بغلشون بگیرن برن قضای آجا بر اون چه دارید شاد باشید شکر کنید تا بقیه شم تأمین بشه شما خودتون را برسونید به اینجا که من لیاقت این که خدایا نعمتون بدید دارم من اونجا دادیم منم این کار کردم اون کار که باریکلا معلوم میشه تو فیض که میگیری پخش میکنی گیرندگیت قوی میشه شادی هم همینطوره شادی در مقابل انسان که هم جنس انسانه شادی خلق میکنه نمیخید امتحان کنید به یه آقایی برسید چهره به هم کشید و بگید که آجی چطور حال دون اونم میگه حالی کاری نداریم آقا بعض اون خرابه آه در بساتون نی در هفت آسمان ما یه ستاره جون شما نداریم بفرم. همین آقا فردا ببینید بگو به به های احوال شریف میگه از دولت سریدون خوب الحمدلله ببینی اصلا گوش میکنی به دنیا می تو برخورد کنی به دنیا تو برخورد کنی نه با یه آدم این آدم برای تجربه که با دنیا باید این تو برخورد کنی این مضمون یه روایت است که از حکو علی الدهر یز حکو علیکم بخندید به روی دنیا تا دنیا مجبور شه روی شما بخنده این مال دیلکارنگی امریکایی نی این مال اولیاء اسلامه ببینید چقدر قشنگ برو تو سینش رو ولی اگر اینطور نخواست باشی و زیپ دل دا بکشی و اینجا بیشینی و دیگه اون غمه اونجا بیا بره تو دل من و اونجا بیا بره بعد هم زیپا ببندی و من بیام احوال دپتم که چطوری اون وقت میگی غم عالم به جونم لونه کرده خب کی فرزیده اینا را خود از تاریخ دعوت کردی باز کنید این چهره را هیچ وقت تو خونه با زندون با بکدون با شوهرتون عقم نکنید میریزه به هم اوضاع خونه شما بچه چهار ماهه دارید پنج ماهه ندارید نوهی نبیره نبیرهی دارید که چهار، پنج باشد توی گهواره، بارها من تجربه کردم برید بالا سرش، بچه چشم کنه تو صورت دون. شما عبروها رو بکشید به هم بگو بابا جون، اله برد نمیرم، تنها گذاشتن، بنا میکنه گریه کردم ببینید چقدر اثر داره اون وقت مرد و زن و پسر و دختر فهمیده تحصیل کرده اینطور تند و بد و تحکمی وارد خونه میشه یک چهره به هم ریخته میخو معلومه که قرام میکنه همه را اصلا که نمیخوا بگه کجا بودید بابا بری که مثل برج زهر مار آدم وارد شد نه موقع بپرسه کجا میگه هر جایی بوده بوده حالا آره تا بگی من آمو کنه چیزی گفتم هیچ نمیگه غینگی سلامت مکنن و پلو درد میچه میره نکنید این چهار چیز از علائم بهشتی یک وجه هم منبسیت. صورت باز چهره خندان یک دو لسان فسیح لطیف این زبون غوغا میکنه در جلب دلای مردم بیداد میکنه در مال کشیدن رو برامدگی ها و فرورفتگی های روحی زبان این باید فسی باشه قشنگ حرف بزنید استخدام الفاظ برای برخورد با اعضای خانواده بچه ها رو رشد میده لطیف حرف بزنید تو خونه لطیف باشید این گلوگیاهایی هایی که انشاءالله دو سه روز دیگه میبینید توی گوشه و کناره بیابون و خیابون اینا کی پرورششون داده چی پرورش داده این بارونه این بارونه به این ملایمی این گلا را رنگین کرده نه رعد و برق و سائقه رعد و برق و گل پرورش نمیده میسوزونه آروم حرف بزنید تو خونه آروم رعد و برقی حرف نزنید مثل بارون ملایم چه صدای خشنگی داره چه لطیفه چقدر شیرینه گلا اینه کدوم گلی گلتر از دختر جنواری کدوم ماهی بهتر از پسر جنواری کدوم گیاهی قشنگتر و زیباتر از زن جنواری خب اینا رو باد پرورششون بدین رنگ و روغنشون بده میان با زبان با زبان آبیاری میشه درخت خانم آقا با زبان آبیاری کنید درخت گل زندگی را به بر و بار و میوش میشونید اگه آبش ندید که خوش میشه بهترین گل را شما از هلند بردارید بیارید آبش ندید خوش میشه آبیاری کردن درخت زندگی با زبون از این کشمه آبیاری میشه لذا میگه ابراز علاقه کنید به زندون ابراز علاقه کنید به شوهردون با پسر دون وقتی مواجه میشی قرمون صدقه و حرفای قشنگ و زیبا بهش بزنید بگید بابا دوست میدارم میوه دلمی قرون قد و بالاد برم ما طوری داریم گاهی رفتار میکنیم که اینا تو سفر با ما نمی تو بازارمون با ما نمی خب من که افتخار ماد بکنم که پسرم هجده نوزه سالشه همراه منه ای تاج سر ای درم هادار دادار میکنم که این بچه را ما من تربیت کردم این مال منه از من به وجود اومده به شندرقات پولت افتقار میکنی به یه خونت که درش قشنگه افتقار میکنی به پذرت که محصول وجود تو افتقار نمیکنی افتقار میکنی چرا او از ما جدا باشه هر وقتی گفتیم بابا بیا بریم اینجا مادرش گفت نه نمیخیم خونه خاله ما نمیام ما نمیام شما نمیام شما بردون نکنه داریم اشتباه میکنیم بله که اشتباه میکنیم بله که اشتباه میکنیم بله که رفیق نیستم سه ساعت سه ساعت مرم تو خیابون و تو پارک و با رفیق صحبت میکنه کی رفیقتر به پسر من از من وقتی بیگیم میگه با دوستم بودم دوست من خو عاشق تو هم من خو پدر تو هستم تو که محبوب من هستی هیچ کس تو را دوستتر نمیداره داره از چرا با من نمیایی نمیدونه که تو خوشت میاد که امراد باشه چرا نمیگید بهش چرا گیر میدیم بهش باید بگید بابا تو که همراه ما باشی آبرو منی خانم دختر 16 ساله معدب که شما دارید محجوب لباس شرعی همراه دون چه میارزه؟ کدوم تلا و آرایشی میتونه به اندازه این دختر تو خانم را زیبا کنه؟ مورد احترام قرار بگیری با این زبون باد امام صادق هم همینطور میفرما یه کسی کرد از خانمش که خانم هم نسبت به من سوه زن دارد و چه آقا فرمودن که دوستش میداری گفت, گفت زنومه زنمه موج مزنه دلم از علاقه بیش گفت بشم میگی که دوستت میدارم گفت والا کسی غیر اینی سید؟ نه گفتن چرا نه گفت که می میترسم لوس شه <تصفح> لوس ما چه گرفت آقا گفت اشکالت اینجا مرتب باد بهش بگی نی اوه بک لم یخرج ان قلبها ها ابراز علاقه کنید نسبت به یک دیگر یک کسی آمد خونه امام صادق و ابن رسول الله والله انی احبک و احب من یحبک و هذا لا لتمعین فی دنیا خیلی دوست میدارم خیلی دوست میدارم بعد گفت آقا این دوست داشتن فایده ای هم داره گفت حل الدین الا الحب گفت دین اومده اینا برقرار کنه تو میگی دوستت میدنم بله که اصد پذیرو بگید ابراز کنید لسانون فسیحون لطیف احانت نکنید تو خونه به بچه سه ساله نمیشه احانت کنن اکرمو اولادکم برخوردتون با بچم با نرم باشه وقت با نوجوان نواد باشه با جوان نواد باشه او هم با پدر مادرش با دمی خورده جوونا ها ولا تقل لهم اوف تو مسلمونی ابرو کج نکنی به ننه و بابا پا دراز نکنی جلو پدر مادر صدا فوق صدای پدر مادر راه نکنی عصبانی نشی جلو پدر مادر برای اینکه موج میفته رو اعصاب این موج اثر میگذره مثل زلزله منعکس میشه تو زندگی خوده شما هم جوانید مسلمان مؤمن شما هم با نرم باشید شما هم با لطیف باشید قرآن میگه ولا تقل اوف کمترین کلمه ای که موجه به ازاز خاطر والدین میشه و دل رنجی پیدا میکنه نگه با وقتی خدای نکرده بر زبان جاری این لسانون فسیون لطی ای سوم سوام قلبون رحیم البان رحیم دلی که رحم درشه از تأثیر دیگران متاثر میشید از شادی دیگران مسرور میشید بعضی ها نهیدی فیلم اگر ببیند تو فیلم میدونه فیلمه ولی یه جایی که یک کسی تعرض میکنه به دیگری ناراحت میشه اتفاقی بیفته میبینی زخم بشه کسی تصادفی بشه اینا دلیل بر اینه که دلش رحم داره معمول شما هم رحمدلی از این رحمی که سرمایه شما هست و در دل قرار داره دیگران را دا بهرمند کنید چهار یه دون معطیه <applause> این یه کمی مشکله یه دون همش پول را تو جیف دون نزارید. با این دست دررید بدید من چه قسمی بخورم به شما که کسانی که دست بده دارن جیب فراخی که میایم خدا بهشون بده شما از این طرف میدی خدا ده برابرش میده تو قرآن مجید هم هست نه که شما اگر دادید خیلی برابرش خدا بهتون میده هر گره ای که شما باز کنید صدها گره خدا براتون باز میکنه هر دلی به دست بیاورید دلتون رو خدا به دست بیاره من خیلی تجربه دارم از دیگران خودم مقابل نیستم ولی دیگران را دیدم این هستن هم. این هم. من یه وقتی کسی در یه جایی از دنیا به گفت که امشب کجا افتاری گفتم منو فلان کس با عده دعوت کرده افتاری در همین یکی از کشورهای خلیج فارس گم میخوایی تیلیفون کن بهش که آخر شب میری ولی افتاری را ازش اجازه بگیر من تو را ببرم خونه یک کسی دیگه گفتم که کیه این آقا خیلی افتاری را گرم و خوب میدد و چیزا خوب خوب دارد و اینا شوخی هم بود که گفت اونجا بیشتر گیرد میاد بهتر گیرد میاد رفتم هم داست. وقتی رفتم دیدم تو یه راروی با یه اتاقکی روی یه جایی که زیر یه جایی که پله مره بالا سه تا فرزن و دو نفر زندگی میکنن دو تا زن و مرد مسلمون و سه تا بچه همون گوشش هم سفره انداخته بودن و گفته او میام یا خالی بود خوب بود ساده بود ولی به تنو گرفت رفت و جونو نه رفت تو تنو رفت تو جونو وقتی بیرون اومدیم سی هزار هم به این آقا داد گفت تو این چرخه که سبزی فروشید که دست بوده و تره و جعفری میبفته و طرف شنیدم دیگه از دست دادی گفت بله حالا میرم اونجایی که لنج ها هستند کار میکنم گفت برو اون چرخ را بخر و اون شغل دم را ادامه بده هر وقتی که داری پسون بده وقتی بیرون اومدیم من گفتم سی هزار درهم اون وقت درهم حدود سی ست تومن بود گفتم این یه کمی سنگین نیست بهش گفت نه گفتم قرضش هم دادید گفت بله گفتم مگه قرض یک چیزی ازش نگرفتید الان گفت نه یکی دو سه کلمه گفتم دیگه نخواستم نه ملامتش بکنم گفتم کار باید محکم باشه اینم بدون بن پس بده بره دنبال کار به بیکاریگی خودش نه گفت من میشناسمش بره دنبال کار فردای آن روز نه روز بعدش تلفون کد به من که فلانی چند دادم به اون آقا گفتم سی هزار گفت دی سه هزار درهم در یک معامله ای که اصلا هم زحمتش نکشیدم خدا برا من رسول به این امام رضا راست میگه به این امام رضا درست میگه این بیخود نی. این اگر یه ای بگی عشر حسناته میبینیم ما نتونستیم خدمت به کسی بکنیم اگر یه وقت یه گرهه که یه جایی باز تونستم بکنیم دیدیم گرهه ها خدا برامون باز یدن یه دون موتیه این چی چیه که هی میذاره تو جیب میذارم تو کیف بذاریم تو بانک یه کمیش بدید به فقرا لاقل احکام دینی که بردون هست برد ادا کنید ببینید میجوشه میجوشه ما خون ندیدیم واقعا کسی دقیق اونایی که پول داره دقیق بیان اونچه احکامی که بر مالشون هست اجرا بکنن اگر اجرا کردن از اطراف و جوانه میگو بابا این قول خدا خدا صادقه و خدا هیچ وقت امر حسنه شما را ضایع نمیکنه چهار چیز از علائم بهشتی ها یک وجه منبسط یادتون نردم همین یادتون باشه همیشه نه هم قدم عمل نکنید نکنید ولی یادتون باشه بلکه یه وقتی عمل کن لسان فسیح لطیف کلمه رکیک نگی قلب رحیم نخواسته باشی یه کسی را به چه عذابش میدی یه دون موتیه دست باز خدایا به حق این امام رضا این چهار صفت را به ما بده اگرم نداریم بازم عرض میکنیم به عزت و جلال این ما به اون به حد اعلا بده اونیم که داره ازش نگیر سلامت بفرس گدایان بینن در روز ماشت به تخت م همچون پادشاه چنان نورانی از فر عبادرت که گویی آفتا بانند و تو خود چون از خیالت سر برانی که بردوشت بود با

یا پیش از و قوم بود زر خا اگر دانی که بد کردی یو بود رفت بیان پیش از حقوبت عذر خواهان گرت از دست برامید دهنی شیرین کن مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دغنی مردیانی نیست که مشتی بزنی بر دهانی هنری نیست گره بستن در کار کسی گره از کار فرو بسته گوشو دهن هنرم گره از کار فرو بسته گشودن هنرم است یک جمله مرز کنم السلام علیک یا ابا عبدالله زينب آمد روی تل زينب يام نگاه ديد حسينه شغرق خور ينگاه كرد بابن سعد صدا زد ابن سعد أيق أبو عبد الله وأنت تنظر إليه آیا این دل از آن ای, ای و جان دادن پسر پیغمبر را تماشا می کنی؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اید الاسلام و اهله وخذل الكفر و اهله اید همات دین، علماء الدین پروردگارا علما به عزت و جلالت مراجع اسلام را به ویج رهبر معظم انقلاب را معید و منصور سالم طول عمر عنایت بفرما خیر دنیا آخرت نصیب همه ما بفرما